درود سلام خدمت شما دوستان و علاقمندان زبان آلمانی. امروز برنامه را خواستم فقط در مورد پرسونال پرونومن دایر بسازم. پرسونال پرونومن و نموز ضمایر شخصی را میگم. پرسونال پرونومن و پرسونال پرونومن ضمایر شخصی را میگم. یک قسمی که شما میفهمید ضمیر کلمه است که جانشین اسم میشه و از تکرار اسم جلوگیری میکنه. به این معنی است که شما در یک جمله تان میتونید که 4-5 اسم داشته باشین. احمد این کار میکنه، احمد میایه، احمد نان میخوره، احمد میخوابه. بنابراین ضمیر یعنی اونم کلمه است که به جای احمد ها استفاده میشه. یعنی یک بار احمد را که در جمله اول استفاده کردیم، در جملات بعدی دیگه بود لازم نیست که دوباره احمد را استفاده بکنیم. بنابراین البته پرسونال پرونومن امو ظواهر در اکوزاتیو فرق میکنه، در داتیو فرق میکنه، در نومیناتیو فرق میکنه. مثلا در نومیناتیو شما اگر ضمیر احمد را اگر استفاده بکنین ار هست، نه احمد از کابل است، او اینجا درس میخواند، او این کار را میکنه. او ار که میگیم کلش ضمایر است، ضمیر شخصی احمد است، از مرد است. خب در نومیناتیو ایش دو ار از او پسر زی او دختر، ار برای قسم هایی که اس باشه آرتیکلشان، ویر مام، ایر شماها و زی بزرگ و زی کوچک. خب این ضمایر شخصی است ولی در نومیناتیو است. خب دوستان وقتی که نومیناتیو میگیم، نومیناتیو یعنی فاعل جمله است. فاعل جمله مثلا اگر وقتی فاعل میگیم، سابجکت جمله میگیم، نومیناتیو میگیم، به این معنی است که یا همیشه جایگاه سابجکت را داره. مثلا علی لرنت دویچ. در جمله بعدی دیگه نمیشه باز علی بگویم، چرا؟ به خاطر اینکه باید ضمیرش بیاد. نمیخوایم که علی ده بار تکرار بکنم. بنابراین باید سابجکت ما علی، ضمیر علی کی است؟ ار است. ار گت فرض مثال تور شوله باشه که ممی خب این حال درست شد شوله. در اینجا متوجه باشین یعنی ار دیگه جای سابجکت را گرفت، نومیناتیو است. از اون خاطر این ضمایر کلش ضمایر شخصی در نومیناتیو است. همی ضمایر شخصی در اکوزاتیو چی میشم؟ ایک تبدیل میشه به میخ، دو تبدیل میشه به دیخ، ار تبدیل میشه به چی؟ به این، زی تبدیل میشه به زی، بارد خودش میمونه، ار تبدیل میشه به اس، وی تبدیل میشه به اونس، ای تبدیل میشه به آی، و زی بزرگ و زی کوچک هم به حالت خودش باقی میمونم. چیز دیگه ای اکوزاتیو شد. وقتی اکوزاتیو میگیم دوستان، اکوزاتیو هدفش چیست؟ هدفش مفعول جمله است. حالا دیگه بحث ما از روی سابجکت جمله تمام است. این بود سابجکت جمله. نومیناتیو علی دویچ میخوانه، علی به طرف مکتب میره، علی ها کلی سابجکت است. ولی در این قسمت وقتی که میگیم پرسونال پرونومن اکوزاتیو، به این معنی است اینیا کلش به جای آبجکت جمله قرار میگیره. اکوزاتیو آبجکت جمله هست دوستان، پس کسی که میخواین بفهمن اکوزاتیو و داتیو هر دوش آبجکت جمله هست. خب خیلی عالی، اول فهمیدین که پرسونال پرونومن یا پرسونال پرونومن در اکوزاتیو اینی یا هستن، ایخ با میخ، دو با دیخ، با این شکل تبدیل میشه و یا همیشه در آبیکت جمله میاد. حالا ما دیگه بحث ما بالای سابیکت جمله نیست، بحث ما بالای آبیکت جمله است. خب اکوزاتیو شما تعریفش هم میفهمین، طریقش هم میفهمین. اکوزاتیو مفعول جمله را میگم و البته فعل ها وجود داره که جمله را اکوزاتیو میسازه و همچنان پرپوزیشن ها وجود داره، حروف اضافه وجود داره که اکوزاتیو ساز است. مثلا بیاین بالای ورب کار میکنیم. مثلا ورب زوخن و یا خفن مثلا و یا انروفن، اینی فعلا کلش فعلا اکوزاتیوی است دوستا. خب هر وقت فعلا استفاده میکنین اینی ها دیگه باز در اوبجکت شما قرار بگیره. مثلا بگویی که من تو را میپالم یا جستجو میکنم، ایخ زوخ دیخ. های کنین ایخ پرسونال پرونومن در نومیناتیو است و دیش پرسونال پرونومن در
اکوزتیو دوستان. بنابراین گفتیم پرسونال پرونومن در نومیناتیو اینیا بود ایخ تو ایر که همیش سابیکت قرار میگیرم و ویعو زوخن جمله را اکوزتیوی میسازه. وقتی که جمله شما اکوزتیوی شد باید اوبیکت شما ضمیر شخصی اکوزتیوی را به خود بگیرم. یا مثلا ترفن دو هست میش گستن گیتروفن. در این صورت ببینین ترفن فعل اکوزتیوی هست. تو کی را دیروز ملاقات کردی؟ مرا ملاقات کردی. بنابراین ما چی شدم؟ مفعول جمله شدم. یک نفر مرا آمد ملاقات کرد. اون نفر سابجکت میشه که او البته عمل انجام میده. و کسی که ملاقات میشه ما هستم. تو هست میش گستن گیتروفن. تو مرا دیروز ملاقات کردی. و می شکل فعل انروفن ویا روفن آیخ ان. ما سه چهار نفری که هستیم شماها را زنگ میزنیم. یعنی به شماها زنگ میزنیم. با شماها تماس میگیریم. ویا روفن آیخ ان. این آیخ دیگه اوبجکت جمله هست. ویر سابجکت جمله هست. زمی خاطر از نومیناتیو گرفته شده و آیخ البته اوبجکت است. پرسونال پرونومن است. احمد محمود کلبی مقصود چهار نفر است. میگیم نمیگم نامش نمیگیرم. ویر روفن احمد محمود کلبی مقصود میگیم ویر روفن آیخ ان. بنابراین ضمیر باید استفاده شود. این بود در بخش اکوزاتیو. در بخش وربش کار کردیم. بعد در بخش پرپوزیشن هم کار میکنیم. پرپوزیشن هم کار میکنیم. مثلا شما میفهمید که پرپوزیشن یا حرف اضافه فیور چی است؟ اون دیگه نمیفهمم لازم از زیرم نمیه اوم و غیره. خب همین دو دانش کار میکنیم. مثال این پرپوزیشن های اکوزاتیوی است دوستان. خب هر وقت یار شما استفاده میکنین باید جمله شما اکوزاتیوی شه. مثلا اگر بگویم که ایش مخه دس فیور برای تو که میگم در اونجا دیگه باید ایش ما شدم سابجکت شدم. مخن هم ورب اکوزاتیوی هست از اون خاطر دس شدم ولی فیور هم چیز پرپوزیشن اکوزاتیوی است. وقتی که پرپوزیشن میایم در این صورت دیگه ما باز بحثمون بالای فعل نیست. فعل میتونه داتیوی باشه، فعل میتونه نومیناتیوی باشه، مهم نیست برای ما. ایخ مخ دس فیور دیش. این دیش دیگه چی شد؟ پرسونال پرونومن در اکوزاتیو شد و اوبیکت جمله شد. تو دیش، تو این، تو زی برای دختر، تو ایس برای طفل، تو اونس برای ما، تو ایخ برای شما. و اونی هم پرپوزیشن اون هم پرپوزیشن اکوزاتیویز. مثلا بدون ما نباید نان میخوردیم. دو موستست اون میش نیشت اسم. این چیز باید نمیخوردیم. یا این رقم میشه باییم اون میش موستست دو نیشت اسم. هم با اون شکل میتونیم بگیم هم با این شکل. هدف در کجا هست؟ هدف ایست که اونیمیش اوبجکت جمله هست بدون من. تو بدون من چیزی باید نمیخوردی. من این میتم البته پرتر تو ماستا بلکه داشته است.